In the name of God, the compassionate, the merciful. به نام خداوند بخشنده و مهربان. Page 32, صفحه 32. Listening and speaking. شنیدن و صحبت کردن. Speaking strategy. روش صحبت کردن. Eliciting agreement and signaling uncertainty. استنباط موافقت یعنی تایید واقعیات و علائم تردید A. We use tag questions for two reasons ما از tag question ها سوالات پرسشی کوتاه به دو منظور استفاده می کنیم Eliciting agreement Confirming Facts استنباط موافقت یا تایید واقعیات and signaling uncertainty و علائم تردید Sam has not come to work I've heard he's sick Isn't he? میگه سم سر کارش نیومد شنیدم که مریضه اینطوره او oh, یس yes. He was not well yesterday. بله. او دیروز حالش خوب نبود. What's wrong with him? چشه؟ مشکلش چیه؟ The doctors are checking his health condition. دکترها دارن شرایط سلامتیش رو چک میکنن. It isn't something serious. مشکلش جدیه. Is it? درسته؟ I hope not. امیدوارم که اینطور نباشه. More examples. He's really generous. او واقعا سخاوتمنده. Isn't he? درسته؟ اینطوره؟ They are going to leave here. اونا میخوان اینجا رو ترک کنن. Aren't they? اینطوره؟ This cannot be true. این نمیتونه درست باشه. Can it? میتونه؟ خب دوستان اینجا این مسئله رو توضیح بدیم. در حقیقت ما از تکویسن ها برای این استفاده می کنیم که مطمئن بشیم موضوعی صحیحه و یا صحیح نیست. همونطور که تو مثاله این قسمت می بینید متوجه میشید که قبل بیان این مثاله برای نوشتن تکویسن ها در انتهای هر سوال، باید چیکار کنیم باید اول به آخرین فعل موجود در سوال نگاه کنیم و اگر جمله مثبت باشه تک سنش منفیه و اگر جمله منفی باشه تک سنش مثبته مثلا اونجایی که گفته it isn't something something serious جمله منفی تک سنش مثبت اومده یه نکته دیگه که باید بگیم اینه که اگه فعلی که در جمله به کار میره از افعال توبی باشه در تک نیست همون فعل رو به کار میبریم اگه جمله ای یه نکته دیگه به ذهن هم رسید اگر جمله ای آخرین این فعلی که تو جمله اومده فعل ونت باشه ونت یعنی ویل نات تو تک این جمله باید فعل مثبت بیاد و از فعل ویل باید به کار ببریم از اونجایی که هر جمله باید یک فعل و یک فاعل داشته باشه و چنین جمله ای رو بهش میگیم جمله ساده موفق و معید باشید